الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله سيدنا شفينا مولانا محمد ولا وصحبه أجمعين أما بعد من دعاي نعات عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و دوارسهم سهاد سلامات وعافيات باشين وطال عزاتك را مشاهدة ميكنين با جملة عزائف وميل دوستان وعزيزانتان در رفز وعمان پروردگار باشين امروز باز خدمت شما بعد از مدت حاضر شدیم و پروگرام گفت شنود را با اشتراک دکتر سر محترم دکتر سید الله سیدی در مقابل شما قرار داریم و گفتنی ها و چیزایی که داریم ان با شما شریک میشیم امیدوارستم که مورد علاقه و مورد استفاده شما قرار بگیره دکتر سر محترم عرض سلام دارم به شما سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو حاجی محترم سلام و احترامات تمنیات نیک ما حضور فرد فرد از بینندگان عزیز ما در هر کجایی که هستند و با هر وسیله که ما رو مشاهده میکنن برای همه ایشان میگویم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو طبتم و طب ممشاکم و تباوعتم من الجنتی منزله بله جزاکم آخر دکتر سه محترم خوشحال هستیم که باز بعد از مدت فرصت میسر شد خداوند شکرگزار است که این فرصت باز میسر که در خدمت بینندگان باشیم و امروز موضوعی را که ما انشاءالله مورد بحث قرار می موضوعی است که بسیار اساسی است بسیار عمده است و در حیات هر یکی ما و شما و حیات عزیزان ما اهمیت بسزای داره در پلوی موضوعات دیگه ای که اهمیت داره یکی از موضوعاتی که قابل اهمیت است امی موضوع است موضوع قرار که ما میفهمیم دکتر سر محترم کل مرگ حق است کس از مرگ گریز نداره و همه ما رفتنی هستیم اما چیز قابل اهمیت نیست که بعد از اینکه ما میریم از این دنیا را ترک میکنیم چی باقی مگذاریم چی از نظر مال و متاع دنیاست و از نظر نسائی و گفتنی ها و چیزهای فرمایشاتی که داریم ای به شکل میمانه و بعد از ما کسایی که وارسین ما هستن اینا با شکل عمل کنند و می کل می مسائل که مربوط یک عزیز که از بین میره دنیا میره از بین خونه میره از دنیا میره و به چی چیزا و با چی مشکلات و با چی چلنج های برخورد میکنن ما خواستیم که سر ازی صحبت کنیم دکتر سر عزیز و مسئولیت کسایی که وارث هستن چی و مسئولیت شخصی که فوت میکنه و میره از بین ما مسئولیت خودش وقتی که حیات هست، چیه هست؟ از چی است از این خاطر موضوع می موضوع وصیت موضوع وصیت نامه و دیگه نصایحی که از نظر شرحی و فقهی ما و شما در دین ما و شما الحمدلله ما چه ذکر است ما خواستیم بحث باز کنیم خوشحال هستیم که شما را با خود داریم ان صحبت با شما آغاز میشه در جریان از مسائلی که لازم است هم مطرح میکنم او امیدوارم بنده های ما سوال های خود از طریق تلفن یا از طریق ایمیل یا از طریق تکس برام بفرستند دکتر سم بفرمایید الحمد لله رب العالمين حمدا باقيا على مر الدهور والسنين ونصلي ونسلم على سيد الانبياء و امام المتقين قائد الغر المحجلين وعلى آله واصحابه وانصاره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بار دیگر سلام و احترامات حضور فر فرد از عز بینندگان عزیز ما در هر کجاییک هستن تقدیم میکنیم از برگاه حق حالا مسالات و دعا میکنیم تا این موضوعی که خیلی ها منشعاب و گسترده و بسیار وسیع است و بسیار اهمیت می باشد در اسلام و در فقه اسلامی ما توانسته باشیم تا به با صورت ساده و به صورت فشرده و مختصر را تقدیم بکنیم که عبارت از وصیت نام است یا وصیت شرعی است الله متعال در قرآن کریم میفرماید فرماید بالله من الشیطان الرجیم وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا ويا بنیه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إبراهيم ويعقوب عليهم السلام در وافسين ودر آخرين لحظات و عمرشان فرزندان خضرا بإن دين وإن آين وسيط كردن وهر كدام بفرزندانشان گفتند فرزندان من الله متعال إن دين وإن آيين پاك را براي شما و شما جز به دین اسلام یعنی تسلیم در برابر فرمان الهی از دنیا نروید و رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید ما حق عمرن مسلمی له شیء یرید ان یوصی فیه یبیتو لیلتین الا و وصیته مکتوبة عنده رواه البخاری برای هیچ انسان مؤمن و مسلمان سزاوار نیست تا هرگاه چیزی از مال و دارایی داشته باشد و یا نصیحت و وصیتی داشته باشد دو شب به خواب رود مگر اینکه وصیت خود را نوشته باشد برادران و خواهران عزیز ما از جمله امور مهمی که باید برای هر مسلمان به خصوص برای برادران و خواهران افغانی ما گوش زد و یادآوری گردد این است که باید هر فرد مسلمان عام از مرد و زن وصیتنامه خود را در حیات خود و در صحتمندی و تندرستی خود و با اراده کامل خود نوشته باشد چه نوشته کتبی بوده باشد و یا چه نوشته زبانی بوده باشد زیرا نوشتن وصیت منافع دنیاوی آخری را برای شخصی که وصیت می کند و برای اشخاصی که برایشان وصیت میکند موجود است که انشاءالله به صورت مختصر اون را بیان میکنیم این یک امر طبیعی است که هرگاه ما از هر مسلمانی بپرسیم که آیا وصیت نامه خود را نوشته داری؟ البته بدون شک که با نظر خشمگین و تعجب آور به ما می نگرد و می گوید که آیا من در بستر مرگ هستم؟ آیا من در بستر مرگ قرار دارم و لحظات بعد روح من قبض می شود؟ بی خبر از این که هیچ کسی نمیتواند تواند گو گوید که چه وقت مرگ دامنگیر او می شود؟ قرآن کریم فرماید و ما تدری نفسون به ای ارض تموت و تدری نفس و ما تدری نفس ما مازا تکسی بغدا و ما تدري نفس ای أرض تموت این الله عليم خبير هیچ کسی نمی داند فردا چه می کند و هیچ کسی نمیداند در چه سرزمینی می میرد. فقط الله متعال عالم و آگاه است ما هم روزه با چشم خود مشاهده می کنیم و عملا خود ما انسانها را به خاک می سپاریم زیرا مرگ به پیری و جوانی ويا ويا خردي و لا صحه مرض و لا خرد و بزرگی ندارت بلکه ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون براي هر قوم هر جامعه و هر, و هر إنسان اجل معین است مدت معین است و به هنگامی که مدت آن فرا و و هرگاه نامه در هر وقت و در هر زمان ضروری و حتمی می باشد در شرایط زمانی و مکانی که ما زیست می کنیم یک امر حتمی و لازمی به شمار می رود. چرا؟ از خلال تجارب شخصی خودمان به حیث مسئولان مساجد و تقصیل و تکفین و تدفین متوافین و مردگان دیده شده که نظر به عدم وجود نامه از طرف شخص متوفا تجاوزاتی خارج از شرع در مسائل غسل، تکفین، نماز جنازه، قبر، تلقین و امثال آن از طرف برخی از بازماندگان متوفا صورت می گیرد. اما هرگاه وسیعتنامه شخص متوفا موجود بوده باشد، هیچ عملی خارج از شرع صورت نمی گیرد. و از اینجاست که قرآن کریم و پیامبر بغالا گوهر اسلام به منظور حفظ آبرو و عیزت و کرامت شخص متوفا از او خواسته تا در حیات خود و با اراده کامل خود سرنوشت پس از مرگ خود را تعیین مد. چرا؟ انسان پس از این که پیک عجل را لبیک می گوید فاقد هر گونه اراده و تدبیر و تصرف می باشد و سرنوشت او به دست کسانی است که از او باقی میمانند. در اینجا سوال وارد می شود که آیا بازماندگان متوفا در حق عزیزشان شخص متوفا عملی را انجام می دهند که خلاف شهر بوده باشد؟ در جواب آره برقی ها از روی عدم معرفت حقیقی شعر در همچو موارد مرتکب اعمال مخالف شعر می گردند و انشاءالله که در آینده همچو عمل را مفصلا بیان میکنیم. پس وسیعت یا وسیعتنامه چی معنا دارد؟ وسیعت در اصل به معنای رسانیدن می باشد. هر چیزی که به کسی دیگر رسانیده می شود او را به نام وصیت یا توصیه می اما در شریعت اسلامی به معنای بخشیدن مال یا منفعت مال برای کسی دیگر است که پس از مرگ او مستحق آن مال و آن منفعت می گردد و دلیل نوشتن وصیت نامه در حیات انسان فرموده قرآن کریم است که می فرماید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين بالاي شما فرض گرديد نشد است هنگامي كي يكي از شما را مرگ اگر مالي از خود بجايه گذارده ان ترك خيرا الوصيه للوالدين مالي را از خود گذاشته برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند این حقی است بر پرهیزگاران و متقیان و ان الله که احکام وصیت را آیستا آیستا بیان میکنیم مجلس محترم بسیار تشکر دکتر صاحب واقعا یک مقدمه بسیار عالی رقمی که شما فرمودین ما میبینیم بعضی نزاکت ها و بعض چیزهای رخ میتد در جریان ازی که هم باعث ناراتی وارسین میشه و هم امور خم که لازم است کسی متوفا شاید امورخم خم نبوده باشه و از این خاطر این تاکید میشه چیزی که پیغمبر صلی اللہ علیه قرار که شما صحبت کردین در موردش این ضرورت است که باید اما گپ شما بسیار درست است که وقتی که آدم از این مسائل صحبت میکنه بسیاری میگه تو باید در باره صحبت میکنی مثل که شما گفتین و باعث شده که یک فاصله و حساب یا یک کندی در این قسمت رو خوده و یکی اکثرا در افغانستان اگر ما اشتباه نکنم واسیت زبانی میشد بسیار کم نفر بود که در کاغذ نشته کنن و یک نفر کفیل میگرفتن یا وکیل مقرر میشد میگو برمی نفر واسیت کرده اما گفته شما شرایط امروز با کلی تفاوت داره مناسبات که ما داریم مثلا در دا اونجا یک کسی اگر پول داشت یا نداشت یک جای دفن برش بود یا کسی مرد خدا یا پیدا می شد اما از اینه به حساب کفن یا چیش هم می داد مردم هایی بودن نام خدا امی کار وقف می اما در شرایطی که ما قرار داریم دکتر سایب گل شاید بسیار کم نفر باشه که امکانات از داشته باشه که این کارها رو را به صورت رایگان به دیگه کس بکنه پس با خود ما راجعه میشه که ما از کجا شروع کنیم و ما که شما در این قسمت ام فرمایشات تا ندارین اما هدف ما ایست که بر که بر بینده های ما ساده شوه و بفهمن که ما سر چی صحبت میکنیم اول سر خود صحبت میکنیم امیاله مثل که شما فرمودین سر مرگ خایدر مجی چشم به یک چشم زدن ما در این دنیا نیستیم مثل که عزیزای ما پیش چشم رفت پس ما باید از از خود شروع کنیم و این چند مرحله داره و ما کار دیگه که میکنیم انشالله که شما هم دیگه باره صحبت خواهد کردین که یک تمپلیت میگن یا یا یک مساویده از ما تایه میکنیم انشاءالله و از طریق تلویزیون، از طریق مساجد، از طریق وبسایت معلم، وبسایت آکادمی ایمان با دسترس بیننده های ما و دسترس ما، کمیونیتی خود میگذاریم که هم به با انگلیسی باشه هم به با فارسی یا فقط هم خانه های خالیش پر کنن و در جای معولش امضا و یک دو نفر شاید هم به حساب ویدیو در یک جای بگذارن امانت و یک دو نفر خبر باشه که یک چیز موجود است دیگه شما پیش برین دکتر سیب فرمایشات شما دیگه باره چیست ما خواستیم یک تاکید شوه که سر از این ما صحبت میکنیم کسایی که ما را نو تحقیب میکنند بارک الله فیک حاجی سمیترم ما متاسفانه که در مورد وصیت وصیت نامه و در مورد مردان یک فکری عجیب و غریب پیش برادرها و خواهرای افغانی ما هست که میگه وقتی که ما مرگ زیاد یاد بکنیم ما میمیریم این در حالی که این واقعیت نداره و هر قدری که ما به نظر و فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم و حاضر لذات یه امر کرده که شما همیشه حاضم لذات را شما یاد بکنید که عبارت از چی است؟ عبارت از موت است، عبارت از مرگ یعنی هر آینه انسان باید به این معنا نیست که دنیا و زندگی ما همش مرگ است و ما در انتظار مرگ بوده باشیم نه خیر آمادگی برای مرگ داشته باشیم یا ای الذین آمنو یا ای الذین آمنو تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <تصفح> ای مؤمنان شما حق تقوا داشته باشین حق پرهیز و ترس از مخالفت الله عزوجل داشته باشین و شما نمیرید مگر اینکه شما با اسلام کامل بمیرین یعنی آمادگی کامل برای آخرت خود داشته باشید خوب فرمودین که ما اگر در افغانستان فکر میکنیم در اونجا شرایط با کلی با این شرایط اروپا و امریکا فرق میکنه در اونجا قبرستانی بوده و قبرستانی هست که تقبرستان اوقاف است و در اونجا دفن میشه و اهل قریه و اهل شهر هر کسی بوده باشه در اشتراک میکنن در اونجا اگر به بکار بوده باشه بسیار یک مصارفی کم و چیست اما در اینجا دفن و مسارف تکفین و مسارف نقل و انتقال متوفا از هر جایی که وفات کرده باشه تا به قبرستان همه از اینا شما میدونید که در حدود هزاران دلار میشه و چنانچه شما فرمودین الحمدلله در دست های خیر هست مراکز اسلامی هستند کنا در سالی که یک انسان با کلی فاقه بوده باشد او را نمیگذارند که خدای نخواسته جسدش بیاب شد و دفل میکنند اما در صورت در حالت عادی به مصاریف بسیار زیادی ما ضرورت داریم که مصارف. طب قبر خود قیمت داره نقل اختار ترانسپورتیشن نقل انتقال میت از خود قیمت داره تک کفن از خود قیمت داره شست و میت از خود اینا همیشان و در این حال یه قطن ها مصاریف مادی است یا شرایط خود غسل در فقه اسلامی ما فقه های کرام ما که چگونه غسل داده شود به چند جامعه یا به چند پیران یا کفن شود چگونه نقل و انتقال صورت بگیره آیا وقتی که در نماز جنازه چه کسی مستحق نماز جنازه است حالا ما بسیار زیاد دیدیم که مخالفت ها صورت میگیره در مورد ادای نماز جنازه و اتفاق فقهای ما اکثر یعنی جمهور فقهای های ما است که حق ادای نماز جنازه از ولی میت است <تصفح> ولی متوفا بر اساس امو ترتیب میراث. یعنی الاقربو فالاقرب نزدیکترین کسی که به میت هست او حق ادای نماز جنازه رو داره اما اگر او از حق خود تنازل میکنه به کسی دیگری با کسی دیگری در اون صورت حقش چیست؟ میتونم او آزاد است اما اگر خود متوفا در حیات خود نماز جنازه را برای کسی وصیت کرده باشه هیچ قدرتی نیست که وصیت از رو تغییر بده در صورتی که امو شخصی که یعنی موسی چرا ما در وصیت چهار چیز داریم در وصیت سه چیز داریم موسی هست موسی است و موسی است موسی موسی لهو موسی شخصی است که وصیت میکنه بله شخصی است که برای از او وصیت کرده میشود یعنی وصی و موسی چیزی است که وسیع او را وسیعت کرده چی مال است چی منفعت است و چی عمل است پس بله. به ای خاطر باید که همه چیزها به صورت واضح و آشکارا در حیات انسان یا گفتیم بهتر و افضل شمیست چه شما که چنان شما فرمودین و ما از خلال تجارب و شما همی تجربه دارین که اگر یک انسانی وسیعت نمیکرده کرده باشه موضوع میراز در اینجا بسیار به مشکلات بزرگ رو برو می شود اما اگر وصیت نوشته می باشه وصیت هم از, ج... از ج... طرف دوائر مسئول او به صورت تصدیق می شده باشه در صورت قانون امی قسم اتومات اما حق به حقدار دار می سپنه. و در این حال در خود متوافا یا از ورسه که از او مانده در یک اشکال و در یک مشکلات گرفتار نمیشن یک دومی که مورد اختلاف صورت میگیره شما میدانید که ما در بس اوقات شخص خودم مشاهده کردیم و استماع کردیم که هنوز جسد مایی در زیر قبر هنوز گرم است که ورسه در میان خود به اختلاف می و اختلافات هم اختلافات مادی است والله و عالم دکتر صاحب کسایی که ما را ناو تحقیب میکنن ما در مورد وصیت و وصیت نامه صحبت میکنیم دکتر سیب تشکیهات بسیار عالی دادن کسایی که قسمت اول برنامه را ندیدن حتما تکرار دیدند. Uh, ما می که برای بیننده های عزیز و تمام خوارا و برادرای عزیز گرامی ما یک فرمول رو پیشنهاد کنیم و تاکید کنیم و ایده تشویق کنیم همگیره گیره که کل ما الحمدلله مسلمان هستیم باید هر چیز زودتر بعض کارها را انجام میده اول که قلم داریم و بدون از یک منتظر بشینیم که یک چیز بسیار زیاد اساسی یاد دست ما قلم برداریم و یک چیز نوشته کنیم چیزهای مهمی که ما اینجا صحبت میکنیم زارش. مثلا ما تو فکر میکنم که ما وقتی که از این جهان وقت ما پوره میشه عجل به حساب بالای ما عجل ما میایه یعنی وقتی ما تعیین شده وقت ما پوره میشه ما به این شکل میخوایم که در اینجا دفن شویم این حال دفن که ما میگیم در کجا دفن شوی خودت و عضویت کدام مرجع را داری مسجد را داری و کدام پروگرام را شاملش هستی که مصارف میته و, و جای مشخص است که در کجا دفن میشه یا نه دوم وقتی که ایره گپا میزنیم کی مثلا مایت بار داره کدام مؤسسه کدام شخص مسائل تدفین و تکفین با اوده بگیره مسائل کارای قانونی شه چطور میشه یعنی در حقیقت کسایی که با مساجد در تماس نیستن بیخی در تاریکی می باشن. و باور کنین کسایی در مراجع کرده من خبر دارم در دا یکی از مساجد که بچه جوان آمدن نمی که با جسد پدر خود چی کنه تا که اینا خبر شدن جسد سختانده بودن برزی که آسانترین رایشیست که به حساب یا جسد سختانده بودن که خلاف خلاف هر نوع به حساب حقوق شرعی و مدنی یک انسان است پس ما به این چه می رسیم دکتر محترم که اگه ما و تایید شما برای کل توصیه کنیم که اول کاغذ و قلم ور دارن هر چی زودتر دو سه کلمه نوشته کنن و اگر عضو کدام مسجد نیستن یا کدام جایی که برای زیام مسایل قبر تکمین، تکوین هر چی زودتر شامل عضویت از این حاصل کنن دلیلش است دلیلش وقتی که آدم داخل از این پروگرام ها میشه مایت فوت میکنه تلفن برداشته میشه افراد موظف هستن میان جسد هم میور دارن. مسائل کاغذ کاغذبازی دولت مثلا مسائل که برای تکفین و تدفین است این چیزا یعنی سرتیفیکیت میگیرن و جایش تعیین میشه و جایش شو انتقال داده میشه مایت شست شو میشه و شرخمه که وصیت کرده یا قاربش دفن میشه این نمی امکانه برای ما شدن مساجد داره دکتر سب شما در این تجربه زیادتر است آیا امی صحبت که ما کردم حقیقت داره یا چطور بارک الله فیک ما دری، الحمدلله 22 سال تجربه شخصی داریم که مسجد ما الحمدلله در 22 سال و دیگر مساجد در کنار از دو مساجد دی دیگری الحمدلله همه این مساجد در خدمت از ما با بارها, بارها بارها گفتیم و بازم میگویم که امی عضویت مسجد یقین کامل داشته باشین که در این کدام موضوع مو مو تجارت هست نه مده موضوع ربح است بلکه مو چیزی که بسیاری میشه و کمی عضویت خوده هنوز تکمیل نکرده یعنی هنوز وضعیت موز، موز، موزی، که پرداخته هنوز مصاریف دفن و تکفین و تجهیزش برابر, برابر نمیکنه کو وفات میکنه وفات است وفات یک چیز طبیعی باید ما به یقیده داشته باشیم و هیچ وقت ما هیچ وقت ما ای گمان نکنیم که اگر ما وصیت نوشته میکنیم یا در مورد وصیت نامه صحبت میکنیم در مورد رنگ مرگ جمع میذینیم ما میمیریم ما الحمدلله و لله الحمد از کتابی در مورد احکام جنازه نوشته کردیم کتابی در احکام تلقین نوشته کردیم یعنی کتاب های بزرگ در احکام نا... دفن است ام اما الحمدلله وقتی که مجال میرسه میرسه به این نیست که ما در 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 موت نوشته کردیم باید نه ای باید ما شما و در این حال ما الحمدلله به حیث یک انسان مومن بله. و مسلمان عقیده راسخ و جازم داریم که با غیر از مسلمان که مرگ یک چیز یک پدیده حقیقی است از اون نه مسلمان انکار کرده میتونه نه یهود نه نصارا حتی ماتریلیست میگوی که مرگ هست اما پس از مرگ معتقد نیست اما ما یعنی هیچ هیچ ایده ای هیچ فکره ای, هیچ مکتبی نیست که با ما مرگ مخالفت داشته باشه اما خلاف در کجاست مخالفت در ما بعد از موت است اما ما به حیث مومن و مسلمان عقیده راسه جازم داریم که کل نفس ذائقه الموت هر زنده مرگ چشیدنی است کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و همه انسان همه زنده ها او فانی شدن هستن مرگ و مرگ چشیدنی هستن جز ذات الله واحد و احد واحد که او زنده است و هرگز مرگ نداره پس ما به وقتی که میگوییم یه بیان میکنیم یه نباید ما رو متهم بزنید که اینها در فکر مرگ است و مرگ هنوز ما نه باید ما قبل زنده از این خاطر قرآن چی میگه؟ قرآن ميقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة يعني قرآن أول مرق زندق... المركز مرق يعد ميكنا أهمية مرق نسبة ما در حیات خود وقتی که ما حیات دارم تصرفات به دست است ما خود میتونم برای خود تصرف بکنم خود میتونم خود را از از خطرات خود نجات بدم از بعضی اعمالی که ولی از بالله باعث خدا نخواست خواست خدا اینا خواست به فتی ما باشه از خود نجات اما میت کنم قدرتی نداره میت هیچ قدرت نداره. ما ایت ابرات یک کالبدی است بدون اراده اراده ای او به دستی کسانی از او باقی از خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که حق المسلم علی المسلم سا خمس و فی روایت سته یک مسلمان بالای مسلمان پنج حق دارد یک روایت شش شای رو حق یکی از از است که وقتی که وفات میکنه او رو چی بکنه جنازه شما شاید بکنه او رو غسل بده در غسلش اشتراک بکنه در تکفینش اشتراک بکنه یعنی موضوع وقتی که ما از مرگ و از وصیت صحبت میکنیم نظر به اهمیتش است حاجی سه محترم دکتر سر در وصیت نامه چی چیزا باید گنجانیده شه از نظر اهمیت یا کسی فرزن بگه خب من این کار میکنم تا که به دسترسش برسه چی چیزا رو شما اقوالیت میتین ولایت ها بارک الله فیک شما گفتین که ما وسیعت نامه بلی مسیعت نامه الحمدلله آماده هست و انشاءالله که از نظر بزرگای ما به نظر به مشاهده را فرق میکنه فکر ما فکر شما فکر بر هر کس نظر متجاره به خود به وسیعت نامه چیزا اضافه میکنه چرا ما و شما در دولت قانون هستیم. وقتی که ما در دولت قانون زندگی میکنیم باید بر اساس قانون پیش برویم و بدون قانون ما نمیتونیم مثلا یک انسانی اگر اگر یک انسانی به شما این به همه کس معلومه اگر یک انسانی خدا نخواست بدون اجازه نامه دفن دفن شود شما میدونید که جریمه ازو به کدام حد است یعنی yeah. یک جریمه بسیار که یک انسان بدون پس این خاطر اینجا قانون است در هر چیز قانون می باشه چیزایی که درو ضرورت است که ما ان شاء الله درو آوردیم اولی چیز که اصحاب کرام خطبه و پیشوای ما هستند می بینیم که اصحاب کرام اکثرشان وصیت نامه های خود را نوشته کردند باید. نوشته بله اما متن وصیت نامه هایش نوشته است که اول مثلا موضوع شهادت این است که شهادت لا اله الا پس از شهادت هم ادای نماز و ادای وصیت برای بازماندگانش است که چی چی عملی در در حد در حد, شهر انجام بده پس می با در وصیت چیست وصیت الخير یعنی وصیت مال چی مال است چی منفعت است برای یک انسانی باید حتما در وصیت نامه خود با صورت واضح و آشکارا نوشته بکنه که ما مساریف دفن و غسل و نقل و انتقال ما و قبر ما یا فلان مرکز متحملش هست و یا این که من مقدار از مال ذخیره دارم اون مقدار از مال باید مورد چیز در حفظ بوده باشه چی در بانک چی در خانه چی در هر چیز بوده باشه باید معلوم بوده باشه نشه که خدا نه خواست خود را در معرض ازی قرار بده که چنان که پیشتر گفتین و ما خود ما شاهد هستم که کسی قریب ازی بود که خدا نه خواست او را بسوزانن اما الحمدلله مسلمان ها الحمدلله با هم جمع شدن و او را برای شما قبر و مصاریف دفنش پرداختن و الحمدلله با آورو مندانه دفن شد پس چیزی که ضرور است ای که مصاریف ما بعد الموت مصاریف همه چی مصاریف کفن و قبر و نقل انتقال و همش بود مثلا در دو موضوع دوم اگر از خود مال گذاشته باشه چنان چه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما وصیت کرده برای ما گفته که اثرث و اثرث کثیر سعد بن ابی رضی الله عنه یک انسان غنی و پولدار زیادی بود و یک دختر داشت ای در که مرض مرگ قرار گرفت رسول الله صلی الله علیه و از او زیارت میکرد و سعد بن ابی برای رسول الله صلی الله علیه و گفت که یا رسول الله ما مال زیادی دارم و ورثه من تنها یک دختر است من میخواهم که مال خود وصیت بکنم گف اه 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 گفت گفت که نه نه خیر گفت از نیمش نیم مال خوده گفت لا شطر یعنی نیم مال خود میخوایم وصیت کنم در راه خیر گفت رسول الله صلی گفت لا گفت الثلث و رسول الله صلی علیه گفت که الثلث و الثلث کثیر سیوم هستی مالت وصیت بگو بر خیر او سیوم هم اضافه است از این خاطر فقه های مکرام ما در مورد وصیت میگن که هیچ انسانی حق نداره که بالاتر از یک سیوم هستی مال خود را برای های خیر وصیت بکنه ايه كي كه چرا مگر در صورتی كه باز اجازه بده موضوع موضوع مقدار وصيت يعني سيوم چه مال خود به خاطر اخرت خود بايد راي خيري بود باشه راي خير بر خود گذشته بود باشه كه رسول الله صلى صل الله عليه وسلم ميفرماید اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث من صدقه انجارية او علم ينتفع به او ولد بار يذله. و از انسانی که میمیره هیچ عمل دیگه خیر انجام داده نمیتنه مگر سی چیز باز هم عملش برای او میرسه در قبرش او در قبر است اما ثوابش برش میرسه این که صدقه جاری از خود گذاشته باشه مسجدی پلی شفاخانه ای دار لیثان چاهی هر عملی خیری که تا وقتی که او منفعت گرفته میشه برش میشه دی که اولاد صالح از خود بزار گذاشته در حق زو دعا میکنه یا علم از خود گذاشته شده باشه که از علم ازو از استفاده میکنن والله اعلم دکتر سیب بسیار از سوال سوالا برخواسته میره بازم شما هم تاکید کردین که باید نوشته شوه و گور و کفن وازی گپ بزنیم عوام گور و کفن میگن میگن ما هم پول گور و کفن خود هم ماندیم ما من تا جایی که مطالعه دارم از بزرگاه مثل شما شنیدیم که خود از یک حالت دین است که اگر کسی به حساب امی کار را نمی کنه، از نظر چی دیندار می باشه مثلا خرچ کفن و مسائل تکفین و تدفین خود نمیته و داره و این فسیت نامام هم نمی ماند دیندار از دنیا میره و یکی و دوم چیز دیگه که مهم است که ایرام در فرصت دک صحبت میکنیم سرش که مثلا منبر مساجد میشه این بیست در 25 یا 30 دلار که یک فامیل میته داکر سرگاه آیا این نفر اگه مصارفش شد مسجد میته

يعني قران كان دین ور تکرار کرده که شما ترکه میت شما توزیع نکنین مگر در صورتی که وصیت از اول و قرض از ادا شود یا اول و قرض از شرا رسول الله صلى الله عليه وسلم می نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضي عنه رواه الترمذي. حدیث بسیار حجدار دهنده است نفس مؤمن گردن مومن عهده مومن دا به دینش معلق آویزان است به قرضش معلق و آویزان است تا دا وقتی که دین از او پرداخته شد وقتی که دینش وقتی که دین پرداخته می یک انسان مدیون میره مدیون میره از دنیا این با مسخرترین چیز است چرا در ابتدا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برش خبر می که فلان شخص وفات کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسید آیا دین دارفته شما ببینید پرسان میگه در ابتدای اسلام آی دنده رفته اگر میگفتن بلی دیده رفته و تو خاطر رسول میگفت صلو علیه برین شما بارش نماز بخونید اما وقتی که دولت اسلامی توسعه یافت و پولو و دسترس رسول الله صلی اللہ علیه رسید از این خاطر چی کرد باز وقتی که میگفت وقتی که پول میپرسید ادا اینون هون آیا قرضا رفته اگر میگفتن بلی دارفته. باز رسول الله صلی الله علیه و نقضی عنه بی ما دین شد و در رسول الله صلی الله علیه قبل از اینکه نماز جنازه رو برش بالایش ادا بکنه اول دین از رو تقدیم می کنه از این خاطر است که قرآن تک چندین بار که من بعد وصیت ها او دین پس از دینش پرداخته شوه وصیت از شوه که در مو وصیت از باید هر انسانی شما ببینید یک انسانی است بسیار شاید اعمال خیر رو بسیار زیاد انجام داده باشه انجام با. بده باشه الحمدلله بسیار انسان ها مرد و زن ها خوارا و, و برادر های ما هستن که عمل می اما او برای کسی نگفته که دین دا داره. یعنی کسی شاید شاید به حیث اعتمادی که داره بین خودش و بین داین دا و مدیون که دین دا است یا ای که کسی دین دا داره یا داین دا است یا مدیون اما نه دین دینش که دا دا مدیون است با کسی گفته که من مدیون هستم و نه دینی دا که داره بالای کسی برای برا, برا ورسی خود گفته باشه در در هر دو صورت اگر به صورت ناگهانی وفات میکنه و با کسی دو خبر نمیشه در هر دو صورت گردنش بسته است به بس اصطلاح عامه مردم در هر دو صورت گردنش بسته میباش مسئول است اگر دین دا دار است پس دینش چی شد مدیون رفت و اگر بالای کسی دین است قرض داره باز هم حق ورسه است درست در هر دو ساعت حق ورسه از این خاطر ما میشه گفتیم که وصیت فرض وصیت فرض کدام است بن های ما میگن که وصیت فرض یا واجب کدام وصیت است وصیت قرض است چه قرض مادی باشه چه قرض معنوی قرض معنوی عبارت از قرض در امور شرعی مثلا یک انسانی حج بالایش فرض شده آه. و شرایط حج به تمام معنا بالایش میسر است هیچ کدام مانعی وجود نداره اما حج نکرده این نکته باید من نظر داشته باشیم بلد. حج فرض شد و هیچ مانعی وجود نداشت که حج نکنه پس وقتی که وفات میکنه و از حج دیندار میره به فرموده رسول الله صلی الله شخصی زکات بالایش واجب است فرض است. آه. اما زکات نپرداخته وقتی که از دنیا میره قرضار است بله انسان نماز قضا کرده نماز ها از پیش قضا شده نماز وقتی که میره دیندار است روزه رو خورده قصدن بدون عذر وقتی که دنیا میره و قرضدار است پس دیو صورت باید وصیت بکنه که ما حج نکردیم شما از, ما... از پول ما یا از چیز ما شما حج بکنید یکی از ورسا آماده شده که در بدل روز حج بکنه اما طبعا ما و شما همیشه ایر تکرار کنیم که حج در بدل شخص دیگری در صورتی میشه که خودش از طرف خود باید حج کرده بوده باشه یعنی انسان اول خودش حج کرده باشه و همچنان روزه بلده. کسی کسی آماده میشه از ورسیش که در بدلش روزه میگیره درست است و یا ای که فدیه میپردازه زکات و مالش میپردازه درست است ام طبعا نماز به این قسمت ای... کده علما و مراجع فقهی یا مراجعه کنن برای برای اینکه شاید بسیاری کسا امیل از که ما صحبت میکنیم و فکرشان نمانه یعنی در این مسائل که برخورد میکنن باز کده علما و یا با صاحب تماس شوند دکتر صاحب نه؟ حتی در نوشته وصیت ما ما توصیه میکنیم کنا باید با یک تن از علما با کسانی که صاحب خبره هستند با اونا مشوره بکنن هیچ کسی مانعی از مشوره نمیشه و مشوره یک, یک امر اسلامی و شاور هم فی الامر و امر هم شورا بینه شما برای رسوس ساز هم امر میکنه قرآن که در امور دنیوی با اینها مشورت بکن و یک از صفات رسول الله صلی الله و اصحاب کرام و, و هم رو مشورا بینهم امورشان اعمال دنیویشان در روی مشورت بود دکتر صاحب چی دین مقبول داریم ببینن سبحان الله چقدر زیبا کل چیز برش فرمول داره قدر زیباست که انسان بل. بالای موت در حالت موتش بیشتر مورد احتمام خود قرار داد نمیزبه در حالت حیاتش چرا؟ بخاطر اینکه و آبروی انسان پس از مرگ است الحمد لله از این خاطر بیننده های نهت عزیز باور کنین این من فکر میکنم جالبترین موضوعی که هم پر اهمیت است و هم مجبور میسود که ما خود برسانیم بخونیم همین حالت مرگ که مردم میترسه اگر کسی واقعا بفهمه که مرگ چی است یعنی با مرگ عشق میورزن بسیاری کسایی بودن که صحابه را میگن حتی برای خود یک رقم نشانی قبر ساخته بودن یکی دو ساعت دو استراحت میکنن که ما اگر اینجا بریم به حساب چی رقم حالت به ما دست میته یعنی به این اندازه و ایره پیغمبر صلی الله علیه قرار که دکتر صاحب فرمودن که برای ما توصیه میکنن که ما کد مرگ همیشه مرگ با حساب پیچشم داشته باشیم پس مرگ وقتی که عزت و آبروی ما است وقتی که مرگ دروازه سعادت آخرت در دنیای با حساب باقی رو بر ما باز میکنه ما در این مسائل توجه هستیم اما تقاعدی دنیایی مسائل دیگه دنیایی را کلش راحت میکنیم در بانک خود پیسه می داشته باشیم کل چیزای دیگه را درست میکنیم اما بر رفتن خود هیچ کدام تدبیر نداریم یک مسئله دیگه هم از دکتر شاید خارج و موضوع نشه هم. اما من تاکید میکنم ایره باور کنین اگه کسایی در اینجا به نام ویل آف میگن ویل of ترست از نامه شرعی ما فرق داره بعضی چیزاش یعنی موافقت داره مثلا یک کس دا اولاد است من دیروز در برنامه رو شنبه بمیریاد کردم یک کس اولاد است اما اولاد است اما یا همی نداره نمی وسیعت یا چیزی که مسائل قانونی نداره ویل آف هیچ چی میشه اختگاه خودشان خدا ناخواست دو نفر در این زمان از بین بود یک تصادف میشه اولاد از یا در میدان میمانانی دولت امریکا به نام فاستر کیر میگن فاستر کیر یارم میبره با بابا کلانش بره برای خوارش برای نمیتن و همچنان اگر ملکیت جایداد ازش میمانه برای بنفشری یا کسی را مکلف نمیکنن پیج از پیج نامزد نمیکنن مالشون به دولت میره شما دیده باشین وقتی که در روزای چی بیمینین میگن استیت سیل استیت سیل چیست؟ از امو انسان است که مسن بودن نترا منتها یا وصیت هم نکردن مالشان به دولت میره از این خاطر استیت سیل میگن که دولت میگه کل, کل چیزایشان لیلام میکنه و پولش به هر جایی که خواست مصرف میکنه از این خاطر ای 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 پروگرام ها ما فکر میکنیم که ما چندین مرحله ای را دوام بدیم دکتر سه گل که بیننده های ما دیر درک کنن و تا ورکشاپ هایی جور شود. مساجد وظیفه داره از که در روز مردم ما درباره جنت دوزخ صحبت میکنیم که الحمدلله هم کار نیک است به این مسائل زندگی رو صحبت کنیم بیاین که مردم متوجه بسن یک مسئولیت ایمانی وجدانی ما شما در دا عالم که زندگی میکنیم چیست در مقابل ورسه که ما میریم چی مسئولیت داریم ورسه بالای ما چی مسئولیت داره وقتی که بسار ما نیستیم این مسائل بسیار ما قرار کشیدیم دکتر صاحب شما ما رسلا کنین میگه پیغمبر صلی الله علیه و همیشه مسائل روز و اوضاع اجتماع را مطرح میکنند در خود های خود زیاتر از این صحبت میکردن و بسیار کوتاه صحبت میکردن دکتر دا صاحب عزیز نه ما فکر میکنم که ما شما شاید یک در پانزه دقیقه وقت داریم شما از این صحبت هایی که کردیم اگر جمع کنیم شما توصیه شما بر فعلا تا که ما او بسیت نامه را تیعه کنیم و دسترس کل بگذاریم توصیه شما چی است برای کسایی که بر نامه را دکتر داکتر محترم توصیه ما اولش ولیز تقوی و پرهیزگارزی پرهیزگارزی الله عز وجه است همون پیشتر و ولا الا مسلمون شما نمیرید نمیرید مگر اینکه شما مسلمان بوده باشید مسلمان به با این بوده باشین که شما تمام با جوهر اسلام شما ملبس بوده باشین با جوهر اسلام است که شما دیندار نروین شما ظالم نروین شما حق کسی رو نخورده باشین اگر حق کسی رو خورده باشین از اون معذرت بخواین پوزش بخواین اگر حقی گرفته باشین حق از رو واپس مسترد بسازین چرا بارها گفتیم که حق بدون عوض حق الله هست و حق العبد است حق الله الله عز و جل، حق خود را برای بنده خود در صورتی که توبه نصوح بکنه عذر و با پیشگاه پروردگار بکنه از اعمال خود پشیمان شوه حق الله هست که بارت از احکام روزه و نماز و زکه حج و است اونها حق الله است الله و غفور و رحیم است میبخشه در صورتی که توبه اونها را قبول بکنه و اختیار مطلق از آن الله عز و است با. اما در حق العبد بسیار دشوار است حق العبد بخشودنش مگر اینکه حق العبد واپس مسترد شود و یا که عبد خودش او رو ببخشه و یا ای که عبد که حق عبد به حد ای عمل خیر انجام بده حدی پشیمان شود که الله عز و امو شخص مظلوم یا شخصی که حق از او رو خورده او رو راضی بسازه که چندین بار اجر و پاداش بر از او میدهد اگر امی صاحب حق ببخشه بله. یعنی به او, او حد از خود یک حدود متاسفانه متاسفانه که بعضی از نابخردا ما بیشتر نمیگم میگن که هر قدر ظلم کردی و هر قدر جور کردی حق مردم بخو مردم به قتل بکش فقط روز عرفات روزه بیگی همه اون گناه های تو بخشیده میشه این افترا است این بهتان است بالای قرآن بالای الله عز وجل بالای پیغمبر این چونی نیست و ما ربک بظلام للعبید و ما ربک بظلام للعبید در اینجا کلمه ظلام استعمال شده یکی ظالم است ظالم است یکی ظلام است یعنی جزئی ترین ظلمی از طرف الله عزوجل در مورد عباد و بنده ها صورت نمی گیره یک انسان اگر حق یک انسانی رو خورده و الله عزوجل و, جل و روزه عرفات رو عفو میکنه پس علیاز بالله علیوز بالله خودش ظلم است نه و ما ربک بالظلام للعبید الله از وجه هیچکس بالا و هرگز جزی ترین ظلم بالای بندگان خود ادان پس برادرها و خوارای ما چنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم به حدی در این مورد برای ما هشدار داده امید داده آرزو داده که شما اگر دو شب زنده هستین دو شب زنده هستین باید نوشته واسیتتان نوشته در زیر بستر شما بوده باشد دو شب صحبا. ای تابع فقای ما میگه میگه دو شب نیست که یعنی رسول الله دو شب تعین کرده که اگر شما دو شب زنده سین وصیت تنوش نه یعنی این بسیار ام توجه رسول الله صلی الله علیه و سلم است که یعنی شما یک لحظه هم بدون وصیت نامه نباشین به خاطری که میشوه که مفاجتا به صورت ناگهانی مرگ دا گیر انسان شوه و همه اموری که او خواسته بوده که باید با او با با رو گفته نتانه پس بی خاطر باید هر برادر هر خواهر چه وصیت کتبی افضل و بهتر است من ما گفتیم و باید کتبی بوده باشه به خاطر کتبی از خود تصدیق میشه کتبی بوده باشه و شاید. اگر لا اقل به خود شفاهی برای کسان بگو که من برای ما اولین چیزی وقتی که موفات وفات میکنیم اولین چیزی که است مصاریف وفات ماست مصاریف دفن و تکفین ماست که پیشتر بسیار خوب بوده این گورو کفن رو باید برایشان تعیین بکنه که میاد دارم یا فلان یا الان مسئول جهت مسئولش هستند در این حال مسائلی که پس از او به موضوع غسل است موضوع نماز جنازه است موضوع گذاشتن در قبر است موضوع تلقین در اصنای قلب قبر است که چگونه آیا تلقین شوه یا یعنی مراد از تلقین چی است ش... بله تلقین حرمت نه هیچ کسی نه تلقین سنت است رسول الله صلی الله علیه و آله لقنوا موتاکم سوره یاسین لقنوا موتاکم سوره یاسین شما صورت یاسین به پیش مردگانتان تلقین بکنید تلقین به این معنا که شما به پیش کسی که در آستانه مرگ قرار داره حالت نزه بوده باشه یا قرار. در او سر شما در پیش از او مثلا کلمات شها کلمه شهادت و از کار و تسبیحات و آیاتی از قرآن شما تلاوت بکنید تا او امو در, در قلب خود که او در هر حالتی کس چه او حالت ما نمیدانید در چی کنین و اما چی در بالای قبر تلقین آیا جایز است یا نیست اگر جایز است با کدام کلمات بوده باشه با کدام الفاظ بوده باشه اینا کلشان امور است که باید انسان در حیات خود در صحتمندی خود در تندرستی خود با اراده کامل خود او صورت بگیره موضوعی بسیار مهم است که موضوع نقل اجساد متوفا به جای دیگر این بسیار خطرناک موضوع است نقل جسد میت به جای دیگری از جایی که وفات کرده با از قبرستانی که مربوط از دو هست به جای دیگری به هیچ وجه جایز نیست روا نیست مگر در صورتی که یکی از خطرات شرعی متوجه او بوده باشد بله. خطرات شرعی است که درنده حیوان درنده او رو میدارد مثلا از, از یا ای که مسکسانی هستن که جسد رو دزدی میکنن و یا یک آب خیزی میشه که جسد میت به خدای نخواست بپرده میشه یعنی امور است که اگر او امور بوده باشه جسد وید نقلش از جایی به جای ام ام امانتر امینتر نقل داده میشه به غیر از به جای دیگری به هیچ در نه به مکه جایز است و نه به مدینه و نه به هیچ جای دیگری جایز نیست نمونیش به صورت خلاصه میگم که وقت تانو نگرفته باشم نمونیش همی شهدای احد است که در غزوه یهود هفتاد تن از شهدای از اصحاب شهید شدن گفت قبرستان شهدای یهود شما الحمدلله دیدین و همه کسی بره. که مشرف شده به زیارت مدینه منوره اونا فاصله بین میدان احد تا قبرستان جنت البقیه یا قبرستان جوار مسجد رسول الله که قبرستان اصحاب است از ده کیلومتر بیشتر نیست بسیار که بوده باشه از ده کیلومتر اما وقتی که اون روی شهدار اینا ورداشتن که با خود ببرن به جنت البقی این دافل بسادن اصحابی که شهدار رو گرفتن رسول الله از خیمی مبارک خود دید که اجساد شهدار در بالای شانه اصحاب است فوراً فوراً رسول از جای خود برخواست و با بسیار عجله برشون گفت که اتفنو شما شما دمی جایشان دفن دمی جای جایی کسن در اینجا شما دفن بکنید شما ببینید فاصله از ده کیلومتر کمتر است نمانده که اونا از جایش به خاطر که نقل مایت از یک جا با جای دیگر بدون عذر شرعی به هیچ وجه جایز نیست و اتفاق همه فقهای اسلام است دکتر صاحب بسیار موضوع جالب است ما فکر می کنم که انشاالله اگه ما امی مراحل زندگی را که چهار یا پنج مرحله زندگی که است ما شما یک بحث داشته باشیم که هر مرحله زندگی را مثلا در که پیش ازی که تولد شویم بعد از وقتی که تولد میشه بعد از عالم برزخ است باز عالم دنیای دیگه است این یک موضوع بسیار جالب و دلچسب است با این معنی دلچسب است که ما میفهمیم که از کجا آمدیم و کجا میریم و این ما مطرح خواهد کردیم بر زمین چیزها مثلا نمی خود عالم برزخ است. از ما کس سوال کرد او روز یک کسی گفت یک کسی که یعنی ماشاءالله آدم دیندار آدم چی است اما گفتم این قبر چیزایی که ما مشنیم چی چیزا از نظر شرعی و چیزایی که و اساس گفتار پیامبر صلی الله علیه و یا قرآن خود ذکر کردن نه این سوال است که مردم دارن که ما بعد از ما چی میشه ما فکر می کنم موضوع بسیار جالب است که اگه ما شما بتونیم یک بحث بس دو بسازیم و مت سوال جواب باشه که برای کل هم فهم باشه چی فکر میکنید این باره ما گفتیم ما جسم که اومده است تا وقتی که حیات بر ما اجازه بده و صحت و بر ما اجازه بده ان شاء الله ما هرگز دریا نکردیم و همیشه تکرار کردیم و باز هم تکرار میکنیم که قرآن کریم ما امر میکند که ولتکن منکم امه یدعون الى الخير و بالمعروف وَيَنْحَوْنَ عن الْمُنْكَرِ و هم المفلحون بعد از عمره شما کسانی بوده باشن که به بکنن با زبان شیرین با اخلاق نیکو با ادب و اخلاق محمدی با و با ادب و اخلاق قرآنی دعوت بکنن نه خشن بوده باشه نه درو الفاظ نادرست بوده باشه بلکه با الفاظ قرآنی و الفاظ رسول الله ص و وجادلهم بالتی هی احسن بالای پیغمبر بزرگوار خود امر میکنه که تو با کسانی که مخالف تو هستن با اونها با بهترین و احسن ترین زبان با اونها مناقشه بکن اما متاسفانه که امروز ما مناقشات میبینیم که همه جز از دشنام جزء از کلمات بسیار خارج از ادب و نمیگوییم که ادب اسلامی برعکس حتی, حتی از آداب انسانی دور است از عظیم زبان ما و شما و همه مؤمنان مسلمانان را از همچو کلمات ناشایسته پاک و داشته باشه ما در خدمت سی ماجیس محترم انشاءالله دکتر دا... یک سوال دگام دا دارم اینجا بر ارتباط از این موضوعی که مایت به حساب در حالت یعنی اجازه دفن هم از تمام مرایل قانونی هم شده میشه که دفن شوند باز بعض کسایی انتظار میکن یا تاخیر میتن میگن فلانه به حساب از داسترالیا می فلانه از جرمنی اگه بره باز مثلا چشم ازی به انتظار میمانه و این چیزها رو ما می بینیم آدم های بسیار فامیده و دانسته که داریم همین چیزها رو مراحت می گده این چی؟ یکی یکی هم چیز دیگر کردیش یک جا جواب بتین یکی مثلا خوی گفتم شما اول امیر صحبت کنید ما سوال دیگر باز مطرحه بارک الله فیک من موضوعاتی که چنان چه پیشتر خود و شما اشاره کردیم موضوعات همش بسیار مهم است یکی از دیگر مهمتر است و ما باید رو بدانیم نقل انتظار جنازه به صورت قطعی به صورت قطعی حرام است مگر در که عذر معقول بوده باشه عذر شرعی بوده باشه عذر شرعی چی است نه به خاطر انتظار دوست و عزیزان و دیدنشان نه خیر عذر نیست هرگز عذری است که مثلا ما امروز وقتی که یک انسانی وفات میکنه ما باید انتظار امر پلیس داشته باشیم یا امر شفاخانه داشته باشیم یا امر دکتر داشته باشیم و ما بدون از او ما دفن کرده میتونیم این خودش عذر است عذر دیگری است که مثلا مسافه دورتر است، ما باید یک مسافر تایی بکنیم تا میت به قبر برسانیم اما انتظار میت عجلو رسول الله صلی الله علیه و آله در سی چی شما عجل بگو از جمله چیکش در جنازه عجلو ان کان مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله تمثیل میکنه چی یک تمثیل میکنه می میکن. وقتی که شما میت بس شانه های خود میگیرین وقتی که میگیرین شما عجلو عجله بگوین تا با, 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 با سرنوشت خود برسد اگر خیر بوده باشد به با خیر زودتر برسد و شر بوده باشد فاصل که شر از شانه شما پایین شد الله چقدر واه واه دکتر صاحب yeah. عزیز صحبت ها را جمع میکنه ما فکر میکنم می, می, می ما شما را مجبور می سازه به ای که ما یک برنامه سلسله داره و حساب جور کنیم okay. که به سلسله باشه از خود وقتی که خلقت عالم غیب که وقتی اروا خلق میشه باز وقتی که نفخ میشه مرایل به حساب وضع عمل مادر که نطفه و مسئله که چی رو داخل میشه چیزا سوال است که بسیار جالب است بعد از مرحله خود خودمی حالت مرگ چی رقم یک حالت از چی حدیث و کمی اسم سفر آخرت را نام شبانیم و نام سفر آخرت بلو علمای هم هستن که چیزها رو جور کردن باد از او عالم قبر است عالم ارواز مسئله سوال جواب است مسئله پول سرات است که مردم ده که چی می امی خود شفاعت پیغمبر صلی اللہ و است موضوع جنت است موضوع دوزخ است کی اول میره، کی آخر میره، چی چیزا مطرس ای یک علم است و علم بسیار آدم هر که خیلی آدم بفهمه راحت تر میشه. برزی آدم وقت میترسه که نفهمه دالت ابهام باشه دالت ازی باشه که تاریک باشه که نفهمی ترس در اونجا است اما که بفهمی رایت روشن باشه خیر و شر برات معلوم باشه جراتت زیادتر میشه مورا رو انتخاب میکنی که برد شر نرسه دکتر سبه گل و بینده این از عزیز پیزی که دکتر سب جمع آوری کنه صحبتهای خدا ما صحبت که با دکتر سب داشته میره میتونیم به صورت یک مقدمه ای حساب کنیم صحبت ما سر بود سر نامه بود که اولین چیزی که ما از دنیا میریم پیش از دنیا بریم باید چیزای نوشته شده باشه و شرایط یایش دکتر سب کم کم گفتن اما وقتی که وصیت نامه تهیه شد با زیر برتون میخونیم خط به خط دکتر سبی رو برتون تشریح میده سوالاتتان رفع شوه و برتون مرجع میتیم تلفن میتیم کسایی که دیگه قسمت سوال دارن با کجا مراجعه کنن این چیزا ورزی که کمک کار است این کار کسایی است که دمیرشته و حساب تحصیل کردن و زحمت کشیدن و اما اما وظیفه و مکلفیت یک مسلمان است که آذر شود که کار بکنه و سوال از مخاطر سوال بهترین چیز است سوال نیست چرا است برای اینکه سوال آدم میرسونه که چی گپ است به که ما شما ایت کنیم که ان شاء الله از همین لحظه فکر کنیم یک کاغذ و قلم بگیریم که اگر ما از جهان روز میرم چی تیاری در دا دنیا دارم برای مرگ خود گور و کفنم چطور میشه کی مسئولیت داره کی نداره وصایه و نصایم چی است و دوم وقتی که ما میرم چی کارای دیگه شوه با پول ما مثل که دکتر صاحب گفتن مسئله میراثه گفتن که یک بار شما میتونین وصیت کنین که درای در خیر و خیری جاریه دو بار ورسیتان شق است و استثناء از که ورثه ده موافقه کنه این صحبت های چیزایی که ما برداشت کردن دکتر صاحب میرسیم با آخر برنامه اگر شما خودتان صحبت ها را جمع کنین با توصیه و دعایتون بین نهای خدا خدا حفظی با ایشان بارک الله فیک دکتر سم آجی سم محترم و بارک الله فی جمیع المستمعین همه پروردگار عظیم همه بینندگان ما که تا حال در پای هر یک از وسیله ما را استماع کردن مشاهده کردن پروردگار عظیم این لحظات ساعتشان در میزان حسناتشان قرار بده بازم تکرار میکنیم که وصیت شرعی وصیت نامه یا وصیت نامه شرعی یکی از امور بسیار اساسی در اسلام است و امی کافی است که قرآن چندین بار برایش بار برای امر کرده و گفت کتب کتبه به معنای فورده یعنی فرض از بالای شما چنانچه گفتیم که وصیت از به اهل و نزد اهل سنت و جماعت وصیت دارای حالات سیگانه دارد حالت فرض است که گفتیم و حالت مصاحب است و حالت حرام است ان در برنامه آینده رو میگیم که وصیت و وصیت حرام چی است یعنی خلاص وصیت حرام مثلا ای که یک انسان در حق ورثه او تجاوز بکنه یا وصیت حرام است ای که در یک هدف از او از وصیت اضرار و ضرر رساندن به شخص دیگری بوده باشه این وصیت حرام است وصیت به امور غیر مشروع و نادرست مال خود را به یک و هر غیر مشروع و نادرست وصیت بکنه این وصیت حرام است و هر وصیت که حرام بوده باشه او خود به خود ساقط است یعنی مانو که لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لا طاعه لمخلوق وقت که انسان وصیت حرام على عز بالله میکرد باشه وصیتش از طرف موسالحه یعنی براکسان کی وصیت کردن او سقوط میکنه و وصیت یک امر ضروری است ان شاء الله هر برادر هر خواهر خود خواهر میتونه که اما به صورت بسیار ساده و بسیط موضوع پس بس از مرگ با ما چی گونه معامله شوه باید چی گونه تصرف بکنین اما به صورت یا به صورت کدبی افضل و بهتر است یا به صورت شفایی میک موضوع چی است؟ موضوع پس از ختم خیرات خودش یک بله موضوع بسیار مهم است باید در این مورد, مورد مورد شما صحبت میکنیم ان بسیار مهم است بله. تا چی حد جایز است تا چی حد تسلیت مورد سنت رسول الله و است و پیش, پیش گام ترین انسانی در مواسات رسول الله صلی الله علیه و با مجرد که خبر میگه که یک شخصی وفات کرده فورا رسول الله صلی الله علیه و آله رو تسلی میداد این تسلیت یک سنت رسول الله صلی الله علیه و اما چگونه و با چه اندازه و چه رقم ان شاء الله همش ما باید بگیم با حق تعالی مساله دوام میکنیم تا آنچه را ما گفتیم با رضا و خوشنودی الله و رسول الله صلی الله علیه و آله بوده باشد و که مخالف علاوز بالله مخالف بوده باشه اونا الله عز و, و رسول صلی الله اون بری بیزار هستن و از خود ما سیم ما از بالای از الله عز و جل ما پوزش و عفو میخواییم السلام علیکم و رحمت الله و برکات و علیکم السلام و رحمت الله و برکات دکتر صاحب محترم تشکر از شما بینده های عزیز و گرامی از توجه از از که با ما بودین تا این لحظات سپاسگزار هستیم امیدوار هستیم صحبت های دکتر صاحب موضوع که ما مطرح کردیم برای شما مفید واقعی شود انشاءالله که میشه و ما وعده میتیم حیات باقی باشه انشاءالله و تعالی این بحث دوام میتیم و جزیاتش میپردازیم مسائل وسیعت که مهمترین قسمت زندگی ما شما همیست این زندگی مقتیر و زندگی دائمی ما به حساب نمیفروشیم به حساب از دنیا استفاده میکنیم اما برای آخرت ذخیره میکنیم این مسائل مهم است دیگه بعد از شما را بازم با خداوند میسپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکات تا پنج شنبه آینده با حفظ زمان پروردگار باشین خداوند یار و مددگارتان باشه علیکم السلام و رحمت الله و برکات